تنها دو سلول لازم هست تا یک انسان به وجود بیاید. دو سلول و یک معجزه. در طول 9 ماه سلول‌های پدر و مادر شکوفا شده و به بیلیون‌ها سلول تبدیل می‌شوند. جایی که قبلاً در آن هیچ چیز نبود، حالا یک انسان کوچک در حال رشد است. به آرامی جا می‌گیرد و در رحم مادر محافظت می‌شود. با هم همسفر می‌شوند مادر و کودک در این سفر دور و دراز از زندگی و تجربه می‌کنند احساسات جدید و تغییر و تحولات سریع را. این ماجراجویی با شکوه همان دوران بارداری است. در این مجموعه همراه یکدیگر داستان این سفر 40 هفته‌ای را مرور می‌کنیم. در هر کدام از این هفته‌ها تغییرات بدن شما و جنین را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در رابطه با وابستگی‌هایی که بین مادر، پدر و کودک هست و همچنین در خصوص مراقبت‌های تغذیه‌ای، بایدها و نبایدها شما را آگاه خواهیم کرد. بیشتر از چند هفته دیگه تا پایان دوران شگفت انگیز بارداری باقی نمونده. این 3 ماهه آخر پر از تناقضات هست. شما برای پایان یافتن این مسابقه شتاب گرفتید، اما از طرفی خسته هم هستید. باید همچنان از روح و جسمتون به خوبی مراقبت کنید. من مطمئن هستم این زمان که دارین خودتون رو آماده میکنید برای ورود عضو جدید به خانواده خیلی زمان هیجان انگیزیه. کودک شما در حال بزرگ شدن است. وزنش بیشتر از 2 کیلو و طول بدن او هم کمی بیشتر از 45 سانتی متر است. هرچند رحم شما جای گرم و نرمی است، اما چون فضای داخل رحم کمی کوچک است، کودکتان نمیتواند در آن غلط بخورد. البته او همچنان به لگد زدن ادامه خواهد داد. اکنون کلیه‌های او کاملا رشد کردند و کبد او نیز می تواند مقداری از ضایعات بدن را فراوری و دفع کند. رشد فیزیکی کودک شما تقریبا به پایان رسیده است و او در چند هفته آینده فقط وزن اضافه خواهد کرد. در انتهای هفته 36 کودک شما کامل شده است. به کودکانی که در بین هفته های 37 و 42 به دنیا بیایند کامل می گویند. به آنها که قبل از 37 هفته به دنیا می آیند نارس و بعد از 42 هفته دیررس می گویند. در این مرحله از بارداری سیستم عصبی و مغز بچه کامل شده و رشد خودش رو کرده. استخون‌ها تقریبا صفر شدن به جز استخون جمجمه و که هنوز یک مقدار نرم هستش و اون هم به این دلیل هستش که وقتی که خانم زایمان طبیعی میکنه و بچه از کانال زایمان عبور میکنه، استخون‌های جمجمه بتونن روی همدیگه قرار بگیرن و زایمان طبیعی رو امکان پذیر کنن. همچنین در این مرحله چون بچه رشد کرده و فضای داخل رحم براش کوچکتر شده، این باعث میشه که دستا و پای بچه روی همدیگه خم بشه. بچه تو این مرحله باز هم تکون میخوره و خانم میتونه تکونهای بچه رو راحت احساس کنه، گرچه بعضی وقتا این تکونها ممکنه به شدت قبلا که تکونهای ناگهانی داشته نباشه، ولی باز هم توجه به تکونها خیلی مهمه تو هر مرحله. اگه خانم متوجه شد که بچه نسبت به قبلا تکون کمتری میخوره یا تغییری در الگوی تکونهاش پیش اومده، مهم هست که به پزشک مراجعه کنه. همچنین در این مرحله اگر بچه پسر هست، بیضه از داخل شکم به داخل کیسه بیضه نزول میکنه. یک جفت کلیه و کبد از حالا تجزیه مواد زائد را آغاز کردند. شاید جنین شما به دنده هایتان فشار بیاورد و دچار تنگی نفس شوید. به زودی موقعیت او عوض می شود و خود را برای زایمان و تولد آماده می کند. سر جنین به زودی به سمت لگن می چرخد و راحت تر نفس خواهید کشید.
البته اگر این اولین زایمان شماست ممکن است بچه دیرتر بچرخد. از این به بعد حرکات جنین محدود به پهلو به پهلو شدن است. به محض اینکه بچه بچرخد شما متوجه آن خواهید شد، چرا که تنفس به یک بار برایتان راحت تر می شود. البته راه رفتن سخت تر می شود و بیشتر هم به دستشویی خواهید رفت، چون کودک شما درست روی مثانه تان قرار گرفته. به صحبت کردن با او ادامه بدهید. او صدایتان را می شناسد و به صدای بلند ممکن است با یک لگد محکم جواب دهد. توی این مرحله بارداری چون که سر بچه داخل کانال لگن شده، بنابراین فشار از روی صفحه دیافراگم و از روی معده یک مقدار برداشته میشه، برای همین خانم ها سوزش معده کمتری دارن و همچنین نفس کشیدن براشون خیلی راحت تر میشه. در این مرحله هست که رحم ممکنه صف بشه، که این صف شدن رحم به صورت دردهای کاذب زایمانی که بهش براکستون هیکس میگن نشون داده میشه، که این در واقع رحم داره خودش رو برای زایمان در طول این ماها آماده میکنه. اگر این صف شدن رحم دردناک باشه بهش دردهای زایمانی میگن، ولی اگه کاملا وقتی که رحم که خانم حتی میتونه دستشو بذاره روی شکمش و وقتی که شکم صف شد، این براکستون هیکس هست یا دردهای کاذب زایمانی. اگر خانم قبل 36 هفته زایمان کنه بهش زایمان زودرس میگن، ولی بین 37 تا 40 هفته اگه زایمان کنه زایمان کامل میگن و از 40 تا 42 هفته زایمان دیررس بهش میگن. ریه بچه از هفته 37 به بعد رشد کامل کرده و اگر بچه تو هر مرحله‌ای به دنیا بیاد قادره که به خودی خودش نفس بکشه و احتیاج به هیچ مراقبت‌های ویژه‌ای نداره. ولی اگر قبل 37 هفته به دنیا میاد که بهش زایمان زودرس میگن، بعضی وقتا ممکنه که بچه به بخش مراقبت‌های ویژه بستری بشه. و این تصوری که توی عام هست که اگر بچه در 7 ماهگی به دنیا بیاد از 8 ماهگی بهتر هست، درست نیست، چون که بچه 8 ماهه ریهاش کامل رشد کرده و همینجور که گفتیم از 37 به بعد بچه کامل محسوب میشه. در این دوره زمان مناسبی است تا برای زایمان و تولد کودک خود برنامه ریزی کنید. همه موارد مهم را در یک لیست وارد کنید. چه کسی در زمان زایمان در کنار شما خواهد بود؟ از چه روشی برای کاهش درد استفاده خواهید کرد؟ چه مدت می خواهید در بیمارستان بمانید؟ این کار می تواند یک نقطه شروع مناسب باشد تا با تیم پزشکی خود در این موارد صحبت کنید. زمان دقیق زایمان را نمی توان پیش بینی کرد و شما هم احتمالاً نمی توانید برنامه مورد نظرتان را جزء به جزء اجرا کنید. اما پیش بینی های زود هنگام و جمع آوری تمام گزینه های ممکن برای اتفاقات احتمالی می تواند از نگرانی های این مرحله از بارداری بکاهد. در این مرحله از بارداری خانم ها تقریبا تصمیم گرفتن که کجا و چه نوعی میخوان زایمانشون رو داشته باشن، که این زایمان میتونه در خونه باشه یا میتونه زایمان طبیعی در زایشگاه باشه یا اینکه زایمان به طور سزارین باشه. تو این مرحله همچنین بهتره که خانم ها چمدون خودشون رو بسته باشن و وسایلی که لازمه برای خودشون و بچه با خودشون ببرن، چون هر موقع همچنان که قبلا گفتیم از 37 هفته تا به بعد زایمان کامل محسوب میشه و هر لحظه ممکنه خانم دردهای زایمانی شروع بشه. تو این مرحله خانم تصمیم گرفته یا بهتره به این فکر کنه که چه کسی میخواد موقع زایمان باهاش باشه. میتونه شوهرش کنارش باشه یا خواهر یا مادر یا حتی یک دوستش رو این محله کنارش باشه، که از لحاظ روحی خیلی خوبه که کسی کنارش باشه و سپورتش کنه در حین زایمان. جزی از برنامه ریزی که خانم باردار برای زایمان میکنه با پزشک یا ماماش راجع به انواع مسکنی که میتونه در طول زایمان استفاده کنه صحبت میکنه. انواع مختلف مسکن وجود داره که خانم باردار میتونه ازش استفاده کنه. آب یکی از مسکن خیلی خوبی هست که خانم میتونه
توی وان بزرگ آب بشینه که میتونه هم به عنوان مسکن ازش استفاده کنه و حتی میتونه زایمان در آب داشته باشه. مسکن دیگه ای که میتونه استفاده کنه مسکن تزریقی هست که بهش پتیدین گفته میشه، که یه تزریق عضلانی هست که پتیدین رو در مراحل اولیه زایمان معمولا به خانم میدیم. همچنین مپتد از تزریق های عضلانی دیگه هست که مپتد تو هر مرحله از زایمان میتونه به خانم داده بشه. از مسکن های دیگه یک نوع گازی هست که خانم میتونه ازش استفاده کنه که بهش انتونوکس میگن و وقتی که دردهای زایمانی شروع میشه خانم از این گاز استفاده کرده و استنشاق میکنه از طریق این گاز. و اگر هیچ کدوم از اینها موثر نبود خانم میتونه از بیهستی نخایی استفاده کنه که بهش اپیدورال گفته میشه، که معمولا همون زایمان بیدرد هست که خانم تقریبا دردی رو احساس نمیکنه. مسلما وقتی برای اولین بار نوزاد خود را در آغوش میگیرید تمام مشکلات و ناراحتی هایی را که در اتاق زایمان گذرانده بودید فراموش میکنید. با خود فکر میکنید سرنوشت این موجود کوچک در دستان شماست. لازم است بدانید انتقال نوزاد از داخل رحم به خارج رحم سبب بروز بعضی از مشکلات در نوزاد می‌گردد که در صورت شناخت صحیح و اقدام جهت درمان حیات نوزاد شما را تحت شعاع قرار نمی‌دهد. آکادمی کودکان آمریکا به والدین توصیه می‌کند طبق جدول واکسیناسیونی که این سازمان تهیه دیده کودکان خود را واکسینه کنند. البته ویتامین K یک واکسن نیست، ولی تزریق آن در نوزادان ضروری و کاملا سالم است. باید بدانیم که کمبود ویتامین K در نوزادان باعث بند نیامدن خون می شود و ممکن است در نوزادان به ویژه نوزادان نارس مرگبار باشد. تو این مرحله پزشک یا ماما ممکنه راجع به ویتامین K برای بچه بعد تولد با خانم باردار صحبت کنه. دلیلی که ویتامین K به بچه داده میشه این هست که یک از 10,000 بچه‌ای که به دنیا میاد ممکنه بدنشون ویتامین K کافی نداشته باشه و اگر ویتامین K در بدنشون به میزان کافی نباشه، همچنان که گفتیم خیلی خیلی نادر هست، ولی اگه پیش بیاد بچه میتونه خونریزی داخلی کنه که خیلی میتونه خطرناک باشه. برای جلوگیری از این به بچه بعد تولد ویتامین K داده میشه که این میتونه به دو نوع داده بشه. یکی این تزریق عضلانی هست که یک دوز هست فقط و با یک دوز بچه ویتامین K کافی رو دریافت کرده، ولی بعضی وقتها مادر یا والدین تزریق نمیخوان و این وقتی هست که میتونیم ویتامین K رو به صورت خوراکی بدیم به بچه، که اگر به صورت خوراکی داده بشه 3 دوز خواهد بود. اولین دوز بعد تولد داده میشه، دومین دوز در هفته اول بعد تولد داده میشه و سومین دوز توی 4 هفته اول بعد تولد باید به بچه داده بشه. خیلی از خانم هایی که گیاهخوار هستن و در دوران بارداری به سر میبرن نگران این هستن که آیا مواد کافی به فرزندشون میرسه؟ با داشتن یک رژیم درست و همچنین مشاوره با متخصص تغذیه، شما اگر جزء اون دسته از خانم ها هستید میتونید نگرانیتون رو بذارید کنار و یک رژیم کاملا سالم و مفید داشته باشید. اونهایی که گیاهخوار هستند و خیلی بیشتر توجه کنن به کلسیم و آهن تغذیه‌شون. چون کلسیم وقتی گیاهخوار هستند فقط از حبوبات میشه به دست آورد یا سبزیجات سبز تاریک یا از نون سبوسدار و تخم مرغ یا سریلایی که بهش آهن اضافه شده. همچنین میوه های خشک هم مثل زردالو آهن زیاد دارن توشون. همچنین کلسیم هم اگر سبزی خور باشین سخت‌تر پیدا میشه، برای اینکه مثلا اگر لبنیات نخورین
که بیشتر کلسیم توی غذاهایی که لبنیات هستن پیدا میشه. اگر ویگن باشین و لبنیات نخورین، از طریق نون سفید یا تاریک یعنی سبوسدار پیدا میشه و همچنین غذاهایی مثل توفو یا سویا، ولی باید مطمئن باشین که این کلسیم اضافه شده است. حبوبات هم کلسیم داره توش و کنجد خیلی زیاد کلسیم در وجودش داره، پس کنجد توی غذاهاتون سعی کنین اضافه کنین یا سس های کنجد مثل تاهینی هم اضافه کنین. اگر گیاهخوار هستین تا حدود ویگن، یعنی غذاهایی که از طریق حیوانات نمیخورین اصلا مثل تخم مرغ یا لبنیات، خیلی مهمه که ویتامین B12 به رژیم غذاییتون اضافه کنین. تمام مادرایی که گیاهخوار هستن مهمه که آنها هم ویتامین D هم اضافه کنن به رژیم غذاییشون. همچنین وقتی بچه به دنیا بیاد، اگر مادر ویگن بوده و شیر مادر به بچه برسه، بچه هم لازم داره که بهش اضافه ویتامین D بدن و همچنین اگر هیچ جور شیر دیگه بهش نمیرسه، مهمه که ویتامین A و C هم بهش برسه. در زمان زایمان که شروع میشه، معمولا خانم شاید اصلا احساس نکنه که بخواد غذا بخوره یا ممکن هست که مادر گشنش باشه. مهمه که اونقدری که دلش میخواد غذا بخوره. اگر دوست داره ورده غذا بخوره، حتما بخوره که انرژیشو نگهداره برای آینده، برای طول زایمان. ولی معمولا مادرایی که در اوایل زایمان هستن این احساسو ندارن که بخوان غذای بزرگی یا غذای زیادی بخورن، برای اینکه خیلی از خانوما در طول زایمان احساس تهوع میکنن و بعضیاشون هم استفراغ میکنن. برای خاطر همین غذای خیلی پرچربی یا سنگین شاید عالی نباشه در اوایل زایمان. ولی مهم هست که آب بدن و سطح معینی نگه داشته باشین. برای همین مهمه که آب بنوشین یا شیر یا آب میوه. بعضی از نوشابه های انرژی هم خوب هستن، ولی ممکن هست که خیلی پرشکر باشن که بیشتر باعث حالت تهوع هم به دست بیاورن. مهمه که مادر قبل از اینکه بره برای زایمان کیف غذاهاشو آماده کنه که توش میوه داشته باشه. شاید انرژی بار یا میوه خشک هم بهش خیلی انرژی به دست میاوره، خرما، همچین جور نوع غذاها و درینک، نوشابه های مختلف که دم دست باشه براش. مقداری غذا آماده کنید که بعد از تولد نوزادتان گرسنه نمانید. اگر خودتان آشپزی می کنید، از این به بعد دو برابر غذا بپزید و نصف آن را در فریزر بگذارید. در هفته های اول پس از تولد نوزادتان، هر روز شما و همسرتان به قدری خسته خواهید بود که حوصله غذا پختن نخواهید داشت و از اینکه چیزی در یخچال داشته باشید که بتوانید آن را به سرعت گرم کرده و مصرف کنید، بسیار خوشحال خواهید شد. برای آماده شدن زایمان، قبل از اینکه زایمان شروع بشه، اون هفته هایی که مادر داره آماده میشه برای اینکه نوزاد بیاد خونه، هرچقدر بتونه غذا بپزه یا از دور وریاش کمک بگیره، مادر، خواهر، هر کسی که میتونه کمک کنه که غذا درست کنه و نگه داره توی فریزر، براش کمک میشه برای اون دورانی که بچه بیاد خونه و کم وقت داشته باشه که غذا بپزه، ولی انرژی که لازم داره از غذا بیشتر هست، مخصوصا اگر داره شیر میده. بعضی از خانم ها در دوران بارداری به زندگی بی تحرک روی می آورن و این در حالی است که برخلاف این که در گذشته مادران را از هر نوع ورزش و تحرکی منع می کردن و حرکات نرمشی و پیاده روی را باعث سقط یا زایمان زودرس می دانستن، برعکس امروزه با تشکیل کلاس های آمادگی برای زایمان و آموزش تمرین های تنفسی و
و آماده سازی بدن برای زایمان بیش از پیش اهمیت ورزش مشخص شده است. بی تحرکی در این دوران مشکلات زیادی شامل کمردرد، یبوست، اضافه وزن بیش از حد، ورم، مشکلات روحی و روانی به همراه دارد. ورزش منظم هوازی دوران بارداری با رعایت اصول و ایمنی تحت مراقبت متخصصان می تواند طول مرحله فعال زایمان را کوتاه‌تر و احتمال سزارین و ناراحتی جنین در حین زایمان را کاهش دهد. تقریبا تمام 9 ماه این آماده شدن برای زایمان هست از یه لحاظ. از لحاظ تغذیه که غذای خوب و سالم خورده شده در طول بارداری و همچنین ورزش. ورزش خیلی مهمه و موقع زایمانم خیلی میتونه مادر را کمک کنه. بدن در طول حاملگی خیلی تغییر داده و ورزش کردن کمک میکنه به ماهیچه ها که قوی بمونن و همچنین به استخون ها هم کمک میکنه، چون هورمونایی که توی بدن ایجاد میشه استخون ها رو نرم میکنه. ورزش در طول حاملگی خیلی مهمه و روی زایمان اثر میذاره، کمک میتونه بکنه. مادر هر چقدر بتونه اکتیو باشه در طول حاملگیش بهتر میشه برای خودش و همچنین برای بعد از زایمان که میخواد بدنش برگرده به فرم طبیعی خودش. مهمه که مادر اگر عادت نداره به ورزش یک دفعه شروع نکنه وقتی باردار هست، همین جوری که قبلا ورزش میکرد ادامه بده و مهمه که ورزشی که میکنه بیش از حد نباشه، یعنی وقتی داره ورزش میکنه بتونه هنوز نفس بکشه و بتونه حرف بزنه. این نشونه میده که ورزشی بیش از حد یا زیاد سنگین نمیکنه. همچنین ورزش هایی که خطرناک باشن نباید بکنه، مثلا ورزشی که اتفاق افتادن داشته باشه مثل اسب سواری یا چرخ سواری که ممکنه برای جنین صدمه بزنه. ورزش هایی که وزن خودش رو سپورت میکنه مثل شنا خیلی میتونه خانوما رو کمک کنه، بخصوص وقتی سنگین تر میشه مادر. ولی مهمه که مادر بعد از 16 هفته روی پشتش دراز نکشه، چون رگ خون که خون به بچه میرسه ممکنه اونو قطع کنه یا یه ذره کمتر به بچه خون برسه. برای خاطر چیزهایی که مثل یوگا یا پلاتس داره انجام میکنه مطمئن باشه که معلمی که داره باش درس ورزش رو باش انجام میکنه اینها رو بدونه و مشخص کنه. در طول حاملگی هر چقدر مادر بتونه ورزش هایی که ماهیچه های لگن و قوی نگه داره بکنه بهتر هست برای زایمان و بعد از زایمان. میتونه در طول روزش یه چند دفعه هر جایی هست، مثلا نشسته پشت فرمون یا وقتی دندوناشو بشوره یه چیزی براش نشانه بده که الان باید ورزش های لگنم رو انجام بدم. در موقع زایمان هم مادر میتونه با همسرش ورزش یا مثل راه رفتن، اینها همه میتونن کمک کنن به ادامه و جلو رفتن زایمان. معمولاً 6 هفته بعد از اینکه زایمان داشتین بدن رو به بهبوده، ولی بعد از این آهسته آهسته میتونین شروع کنین به ورزش. اگر سزارین داشتین بهتر هست با دکترتون در مشورت باشین که مطمئن باشین چه ورزش هایی میتونین بکنین. در دوران زایمان ممکن هست که عمل اتفاق بیفته از طریق سزارین یا از طریق اپیزیوتومی. به خاطر همین بهبود زخم پروتئین لازم داره از تغذیه و ویتامین C و زینک روی.
اینها رو اگر از طریق غذاتون نتونین به دست بیاورین، میتونین از مکمل ها استفاده بکنین. استرس های زمان بارداری، حمایت نکردن اطرافیان در دوران بارداری، تغییرات هورمونی، ترس از زایمان، تمام اینها عواملی هستند که باعث میشه که یک خانم باردار بعد از زایمانش احساس غمگینی و افسردگی بکنه. اما با حمایت اطرافیان، خانواده و مخصوصا همسر، معاف کردن خانم از مسئولیت‌های شغلی خیلی سنگین میشه این میزان افسردگی رو بعد از زایمان کمتر کرد. یکی از ترس‌هایی که زنان باردار میتونن داشته باشن ترس درد از زایمان هست. خب به هر حال من فکر میکنم شاید بهترین نمونه‌ای که اینجا میشه آورد اینه که فرض کنید مثلا شما بعد یه جراحی داشته باشین. خب هر جراحی بدون درد که نیست. برای همین به هر حال یه دردهای طبیعی و عادی هست که ما در طول روز ممکنه داشته باشیم به شکل‌های مختلف. این درد زایمان خب یک کمی شاید فرق بکنه از نظر به اصطلاح خود درد، اون کیفیت خود درد، ولی به هر حال دردی هستش که من فکر میکنم اگر زن آماده باشه برای اینکه این درد رو بگذرونه و با این فکر اگه پیش بره که نتیجهش یک بچه خوشگلی خواهد بود که در آغوش خواهد گرفت، این یه مقدار درد رو قابل تحمل تر میکنه برای یک زن. و همین که خب برای مخصوصا فکر میکنم این درد برای افرادی که بچه اولشون هست نگران کننده هست بیشتر تا اونهایی که زایمان دوم سومشون باشه، چون فکر میکنم ماهیت این درد ناشناخته هست مخصوصا برای عزیزانی که دفعه اولشون هست. برای همین شاید این یه مقدار ترس و نگرانی بیشتر ایجاد بکنه، ولی به هر حال کلام خدا میگه که این دردها هستش، ولی وقتی که اون بچه رو در آغوش میگیره اون موقع اون مادر همه اون دردها رو فراموش میکنه. البته خب با یه نفر یا یک عزیزی صحبت میکردم، میگفتش که من نمیدونم که چطور میگن که این درد زایمان رو فراموش میشه کرد، که با افرادی که به اصطلاح این تجربه رو داشتن میگه من صحبت میکنم، هر کدومشون میگن که آره اینقدر درد کشیدم، اینطوری شد اونطوری شد، پس چطور میگن که فراموش میشه؟ خب واقعا آدم نمیتونه اینو فراموش بکنه، ولی اون اثر اون درد واقعا از بین میره وقتی که زن اون بچه رو در آغوش میگیره و شیرینی اون لحظه واقعا یک دنیا میارزه. میشه کسی باردار باشه و ترس از حاملگی نداشته باشه؟ چون که این یکی از منطقی ترین ترسایی که هر زنی داره با خودش، حتی قبل از اینکه باردار باشه. شاید ترس از زایمان باعث بشه که آدم خانم ها دیرتر باردار بشن، چون که یه واقعیتی که بالاخره بهش میرسی. حالا ممکنه الان حامله شکمت کوچیکی باورت نشه، بالاخره به اون استیج میرسی، ولی بعد از 9 ماه چشم هم میذاریم این شکم بزرگ شده و بعد بچه دنیا بیاد. من ولی شانسی که داشتم، یعنی شانس که نه، اون دوره که من یه تصادف داشتم بوده چند سال پیشش و این چون لگنم شکسته بود، من قبل از اینکه باردار بشم یه حدسی میزدم که احتمالاً من بتونم درخواست بدم که عمل بشم و اینام خیلی به من گیر ندن که نه تو رو خدا بیا طبیعی دنیا بیا، و همش این امید توی من بود که من میتونم طبیعی سزاریم بشم و اینکه اون دردایی که
آدمی که میخواد طبیعی دونه بیارن نداشته باشم. چون من یادم خواهرم وقتی بچهشو دنیا و طبیعی، من پشت در بیمارستان بودم، پشت در اتاقش، و واقعا میگفتم من نمیتونم اون صحنه رو من نمیتونم خودم تجربهش کنم. یه چیز خیلی بدی بود که تو بیمارستان که بودم از دکتر خواستم که من چون لگنم شکسته و من توانایی طبیعی دنیا آوردن ندارم و اسکنایی که میکردن متوجه شدن بچه خیلی بزرگه، دور سرش بزرگه، خود بچه درشته و اینا، خیلی راحت بدون که اصلا من بخوام زیاد پافشاری کنم اصلا. یادم رفتم پیش دکتر، من و خودش نشسته بودیم، دکتر اینجا گفت اومدین چیکار؟ گفتم اومدم که وقت سزاریم بگیرم. گفت باشه بشین دفترم برم بیارم. من نگاه به کوروش کردم گفتم این جدی بود یا میخواد دفترش بده ما رو دوباره متقاعد کنه که نه طبیعی خیلی خوبه، طبیعی دنیا بید. گفت نه می خوبه. گفتم بله خیلی خوبه، مرسی، دست دادی اومدیم. خداشو خیلی خوب بود و من ته دلم همیشه به کوروش میگم کوروش حالا اگه من طبیعی دنیا بیارم واقعا سخته، واقعا میشه؟ بعد میگم من مطمئنم تو نمیتونی طبیعی دنیا بیاری. و واقعا وقتی تارا دنیا اومد متوجه شدم که نمیتونم، چون حتی اون دکتری که اومد تارا رو معاینه کنه به من گفت تو چقدر لاکی بودی که طبیعی دنیا نیاوردی، چون دور سر تارا رو که گرفت دید دور سرش خیلی بزرگتر از اوریجه و گفت پدر در میومد. یعنی واقعا خدا رحمت کرد که این بچه سزارین شد. یکی از مسائلی که پدرها و مادرای جدید میتونن داشته باشن، ممکنه داشته باشن، این هستش که شاید از خودشون بپرسن که آیا من میتونم از عهده این کار بر بیام یا از عهده این مسئولیت بر بیام. این واقعا سوالی هستش که من فکر میکنم در هر شرایطی واقعا افراد از خودشون میکنن و ولی کاملا این بستگی به این داره که چقدر شخص خودش رو قبل از اینکه در اون شرایط قرار بگیره آماده میکنه. برای همین داشتن مطالعه کافی، صحبت کردن با افراد با تجربه، حتی مثلا صحبت با دکتر یا مثلا مشاور روانشناس یا گروهایی که هستن که در این رابطه مثلا افرادی که هم فکر هستن یا هم از نظر شرایط هم شکل هستن با هم دیگه جمع میشن، تجربیات اینها واقعا خیلی مفید هستش که آدم اینها رو بشنوه و در نتیجه به این شکل کم کم آگاه میشه که واقعا مثلا پدر بودن یعنی چی، من چه وظایفی خواهم داشت. و به هر حال همه ما از تجربیات خاص خودمون گذشتیم، همه ما پدر مادرایی داشتیم، حالا چه خوب چه بد، و همه اینها کمک میکنه تا ما واقعا بتونیم یک فرد مفیدی برای بچه هامون باشیم. من ترس داشتن از وظیفه مادری رو انجام دادن یه ترس خیلی جالب و خوبیه، چون شما رو هوشیار میکنه که وظیفت رو درست‌تر انجام بدی. من از مادر شدن نمیترسیدم، من از تربیت بچه میترسیدم و اینکه بچه بتونه در خدا تأثیر روش کنه، آیا من میتونم یه الگوی مناسب واسش باشم، این بچه که حالا تو خانواده ما که مسیحی قرار دنیا بیاد به خدا ایماندار خواهد بود، به خدایی که ما قبولش داریم. و بیشترین ترس ما این بود که این بچه توی خانواده مسیحی میخواد روش بشه و چقدر عالی که خودش مسیحی باشه. فقط از این بوده قضیهش میترسیدم و اینکه نمیدونستم که کوروش چقدر قراره توی این قضیه به من کمک بکنه، ولی خب خدا رو شکر موفقیت آمیز بود. در ماهای آخر بارداری یکی از مسائلی که پیش میاد خستگی احتمالا مفرط همسر هست و برای همین یکی از کارهایی که واقعا شوهر میتونه انجام بده اینه که در وهله اول اونو درک بکنه، اون خستگی رو درک بکنه، دلیل اون خستگی رو درک بکنه، صرفا به خاطر اینکه خب بچه بزرگتر شده، سنگینتر شده و برای همین خب جابجایی زن مشکل تر هست و به اون شکل نمیتونه راحت تر تکون بخوره و کارهای خونه رو انجام بده و یا حتی ممکنه سر کار بخواد بره
یه مقدار این مسائل مشکل ایجاد میکنه. برای همین همسر در این قسمت نقش مهمی ایفا میکنه و با درک همسر و کمک به اون احتمالاً شاید اگه به عهده گرفتن بعضی از کارهای خونه یه مقدار آسودگی بیشتری برای زن فراهم بکنه که بیشتر استراحت بکنه و در نتیجه از این حالت خستگی و شاید بی‌حوصلگی بتونه آزاد بشه. ماهای آخر حاملگی خب آدم چون سنگین میشه، خب خیلی سخته، نمیتونی صاف بخوابی، نمیتونی این ور اون ور بشی، بلند شدن نشستن خب خیلی سنگین شدی. مثلا فکر کن 10 کیلو، من 10 کیلو چاق شده بودم، 10 کیلو خب خیلی برام یه چیز خیلی عجیب غریبی بود. ولی میدونی چون قراره بچه دنیا بیاد، این پرمننت دائمی نیست و به زودی تموم میشه و با یه موجود کوچولویی که یه جورایی خدا به وجودش آورده میخوای یوم زندگی کنی و هم خوشحالش میمونه واسط. سخت بود ولی الان سخت‌تره. بیخوابیای الان هم بیشتره تا اون موقع که حامله بودم. پس الان که فکر بهش میکنم واقعا یادم نمیاد که چقدر سخت بود. الان که شما دارین میگین بعد از این چند ماه تازه دارم یادم میاد که وای چقدر من گریه کردم، چقدر من خارش داشتم، چقدر حالم شبا به هم میخورد، چقدر سرگیجه داشتم. الان یادم میاد ولی اصلا بهش فکر نمیکنم، اصلا انگار اتفاق نیفتاده هیچ وقت. یکی از مسائلی که بعد از زایمان ممکنه پیش بیاد افسردگی هست و البته همه زنها این رو تجربه نمی کنن ولی احتمال پیش آمدنش هست. برای همین زن و شوهر باید آمادگی این رو داشته باشن و بدونن که ممکنه پیش بیاد. ولی اگر این افسردگی در حدی باشه که زن کاملا قادر باشه که از عهده کارهای روزانه بر بیاد، هیچ نگرانی نداره، این در اثر مرور زمان کم و کمتر خواهد شد. ولی اگر در حدی بود که دیگه نمیتونست کارها رو انجام بده، احساس ناامیدی هست، دلواپسی هست، نمیدونم حالت گریان بودن هست، نگرانی های بیش از حد هست، همه اینها نشون میده که این افسردگی در وضعیتی هست که خوب خواهد بود با یه متخصص صحبت بشه. مثلا ممکنه در خورد و خوراک زن اثر بذاره، کمخوابی باشه یا بیخوابی باشه. اینا همه برای علائمی هستش که شاید خود اون زن متوجه نباشه ولی شوهرش میتونه اینها رو ببینه و در نتیجه اگر همچین علائمی هست خوبه که شوهر این رو با همسرش در میون بذاره و به یک پزشک مراجعه بکنن و ببینن که به چه شکلی میتونن این مسئله رو به اصطلاح بهترش بکنن. ولی در هر حال درک همسر در این رابطه خیلی مهمه. احتمال این که همسر بتونه کمک بیشتری در خونه بکنه، شوهر مثلا کارهای خونه رو بیشتر به عهده بگیره تا مثلا همسرش بتونه بیشتر استراحت بکنه یا زمانهایی که بچه خوابیده بتونه استراحت بکنه و به خودش برسه یک کمی، اینا کمک میکنه که زن هرچه زودتر از اون دوران بگذره. من فکر کنم اگه حمایت های کوروش یا خانواده نبود اصلا نمیشد که آدم ادامه بده. آدم ادامه میده ولی با سختی ادامه میده، چون بالاخره روزا داره میگذره، باید ادامه بدی، چیکار باید بکنی؟ نخواهیم خودش داره جلو میره. ولی من فکر کنم مخصوصا هفته‌های آخر که من گفتم بچه ممکنه مریض دنیا بیاد و با مریضی که دائمی خواهد بود، من کشفیات خودم بود با سرچ کردن، ولی اگر حمایت های کوروش و دعاهایی که ما با هم میکردیم نبود، چون این قضیه رو فقط کوروش و مادر و خواهر من میدونستن و ما به کس دیگه نگفته بودیم، من فکر می‌کنم فقط دعا میکردیم که خدا دستش رو این بچه باشه و اینکه این همه سختی و ناراحتی و فشار و همه اینا واقعا به شادی تبدیل بشه و
بچه ما سالم دنیا بیاد. من یادم موقعی که شیما بدنش رش زده بود و میخارید خیلی اذیت میشد، واقعا تا صبح سعی میکردم باش بیدار باشم، باد بزنم، نمیدونم یه جوری تا جایی که میتونم هم از لحاظ فکری هم از لحاظ فیزیکی حمایتش بکنم. حالا نمیدونم تو چقدر موفق بودم، ولی دوره خیلی سختی رو چیز نکردم، یعنی یه جوری نبود که احساس کنم فشار فقط رو شیماست. من خیلی سعی کردم این فشار رو بین خودمون تقسیم بکنیم. یکی دیگه از دلیل هایی که برای به وجود اومدن افسردگی میتونه نقش بازی بکنه مسئله هورمون ها هستش و به هر حال باید در نظر بگیریم که با به وجود اومدن این بچه و در طول تمام اون زمان بارداری و همینطور بعد از زایمان خب تغییرات زیادی در بدن زن ایجاد میشه و همین ها میتونه خیلی تغییرات هورمونی ایجاد بکنه و خستگی های پی در پی، بیخوابی و کمخوابی، همه اینها میتونه باعث بشه که این افسردگی ایجاد بشه، مخصوصا اگر اونهایی که در ابتدای زمان بارداری هم افسردگی داشتن خب شاید همون ادامه داشته باشه و بعد از زایمان تا بعد از زایمانش هم ادامه داشته باشه. برای همین طولانی بودن این افسردگی هم میتونه یکی از نشانه هایی باشه که باید با متخصص صحبت بشه. ولی در هر حال من فکر میکنم اگر حتی برای کوتاه مدت بوده، برای اینکه شخص خودش احساس راحتی بیشتری بکنه، مطمئن باشه که مسئله خاصی نیست، در هر حال خوبه که همیشه با پزشک معالج صحبت بشه و با اون درمیون گذاشته بشه که احیانا اگر جایی نگرانی هست اون موقع عزیزان اطلاعات بیشتری داشته باشن تا بتونن از اون دوران بگذرن. ماهای هفتم هشتم شما همش بین بیم و امید هست، یعنی یه دوگانگی توت هست. از یه طرف میدونی که بچه جدید قراره به خانواده اضافه شه، عضو جدید اضافه شه، خیلی خوشحالی وقتی دست میذاری رو شکم مادر، می بچه لگد میزنه، تکون داره میخوره، نمیدونم آهنگ میزنی اونم تکون میخوره، قشنگ میبینی که حیات داره، قشنگ حسش میکنی، با لگداش داره میگه که من اینجا هستم، داره خودشو نشون میده به ما. یه شادی اصلا نمیشه، یعنی هیچ زبونی هیچ کلامی قادر به وصف اون شادی نیستش. و از اون طرفم خب ته دلت خود نگرانی که چی میشه، ولی چیزی که جالبه اینه که تو این دوره به نظر من آرامش و شادی که حالا میگم ترس و نگرانیاش هست، ولی شما وقتی که به کنهش نگاه میکنی، وقتی که میبینی که نهایتاً چه نتیجه خوبی از این به بار میاد، به نظر من شادی این دوره بارداری مخصوصا ماهای آخر خیلی بیشتر از نگرانیاشه. من توصیه‌ای که به دوستان دارم اینه که خودشونو گیج نکنن با کوچیک‌ترین اتفاق. الان این اتفاقی که شیما تعریف کرد ماه آخر شاید برای هر کسی نیفته که بهت زنگ بزنه یه ببخشید پرستاری که شاید بیفکرانه این بیمسئولیتانه این کارو کرد، بگه که بچه ممکنه سرخک گرفته باشه، برین دمیج شده باشه، آسیب مغزی دیده باشه و اصلا تو رو دیوانه میکنه. یعنی ما یه ماه آخر خیلی میتونه شیرین‌تر باشه برامون، ولی میخوام اینو بگم که 99% این نگرانی‌ها بی‌مورده، 99% حرف واقعا شاید بی خود باشه، چون کسی واقعا از اون تو خبر نداره جز خود خداوند که داره بچه رو رشد میده. اینه که توصیه‌ای که برای دوستان دارم اینه که خودشون رو گیج نکنن، توکل به خدا بکنن، حتی اگر بدترین خبر رو بدن، حتی اگر بگن 1% ممکن سیندروم داون مونگولیست باشه بچه، باز نگران نشن، چون خیلی کسا رو که دیدیم ما در همین حد بهشون گفتن، ما کسی رو داشتیم گفتن 1/13 ممکنه بچه سیندروم داون داشته باشه، ولی اشتباه بود. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که بیشتر این حرفا حرفای بی پایه است، بیشتر این حرفا مخصوصا اگه رو تجربیات دیگه هم باشه حرفای بی اساسه و نهایتا واقعا با توکل به خدا دوران خیلی شیرینی خواهد شد این دوران.
وقتی شما در رابطه با زایمان فکر میکنید، اولین چیزی که به ذهنتون میاد کلمه ترس هست. این نگرانی و ترس تا حدودی شایع هست و طبیعیه، اما زیادتر از اون میتونه بر روی حتی زایمان شما تاثیر منفی بگذاره. وقتی که احساس ترس میکنید، این احساس خوشایندی نیست و گاهی میتونه اون لذتی رو که از اون لحظات میتونید ببرید رو نبرید و مطمئناً این اون چیزی نیست که خدا برای شما آرزو داره. الان که به این مقطع از بارداری رسیدید، ترس از درد زایمان الان نزدیکتر و ملموستر میشه که به همراه اون افسردگی، نگرانی ها، خستگی مفرد، اینها هجوم میاره. یادتونه که اون ابتدای بارداری چه نگرانی هایی بود؟ الان این نگرانی ها پررنگتر شده، به خصوص خستگی مفرد میاد و اکثرا میبینیم که خانمایی که باردار هستن یک لحظه مثلا غافل بشی از اینها، یه جایی نشستن دقت کنید میبینیم چرت میزنن، خوابشون میاد و خستن، با اینکه حتی اگه هم کاری نکرده باشن خستگی روشون انگار یه حالت طبیعی میشه براشون. ناراحتن، حساس میشن، گریه میکنن. چرا؟ برای اینکه ته فکرشون به دردی که نزدیکه دارن فکر میکنن و این دردها، این نگرانیها براشون الان جدی تر شده. البته بار احساسی، بار مالی، اینجور چیزا میفته به گردن شوهر در این مورد و همسر، یعنی زن جوان تو این دوره خاص که باید این درد زایمان رو عملا تجربه بکنه، نیاز بسیار زیادی به پشتیبانی همسرش داره و شوهر خب خودش هم از یک سری احساسات داره عبور میکنه، ولی مجبوره به خاطر همسرش محکم بیسته که خانمش بتونه بهش راحت تکیه بکنه، مخصوصا که خب این تغییرات فاحشی که از هر جهت باهاش مواجه هستن، این حالا حس پدری این وسط هست، پیوند پدر با فرزنده، حس مادری، پیوند مادر با نوزاده، اینا همه تغییراتیه که هیچ کس، هیچ زوجی از اینها مستثنا نیست در این مورد. آنچه که مهمه اینه که این درد زایمان، بزرگی درد زایمان ما رو به این مرحله بکشونه که خب ما الان در اون زمانهای قدیم نیستیم که امکانات پزشکی نباشه، کمک اینجا نباشه، اگر خدای نکرده ناف دور گردن بچه پیچید، اگر خدای نکرده این وسط مسائلی پیش اومد، دکتران نتونن کمک بکنن، خدا رو شکر پیشرفت تکنولوژی یه کمک اینجا، لااقل از این نظر میتونیم بگیم یک پشتیبانی داریم اینجا. پشتیبانی دیگه‌ای که خیلی مسئله هست اینه که همراهی، هم قدم شدن شوهر با زن هستش. این وسط زن فکر نکنه که تنهایی قراره این درد رو بکشه. ما میبینیم چقدر روحیه زن تغییر میکنه وقتی شوهر باهاش میتونه بره به اتاق زایمان. کشورهایی که اجازه میدن شوهرها همراهی بکنن با خانوماشون در اتاق زایمان، ما میبینیم که چطور این بار احساسی بین دو نفر تقسیم میشه و این خیلی کمک بزرگ و خوبی هستش برای یک شوهر، برای زن. این دوتا در واقع در تعلیم و تربیت بچه، در مراقبت و مخصوصا اون روزهای اول که زن و شوهر هدیه دستشون هست که اصلا نمیدونن، تا حالا زیرش رو عوض نکردن، حمومش ندادن، این همراهی، هم قدم شدن تو این مرحله کمکشون میکنه که بتونن اون چیزای عملی، اون محبت عملی رو به قول معروف اجرا بکنن. من میخوام یه مقدار تاکید زیاد رو روی شوهرها بذارم.
چون خانوم در یک وضعیت خاصیه و به خاطر هورمون شیر در نظر احساسی هم در یک احساسات خاصی است و خدا نکنه اگر زمینه افسردگی باشه اینجا. وقتی افسرده بشن خب سخت از اون دوران اینها رو کشیدن بیرون و وظیفه شوهر خیلی مهمه اینجا که مثل یه ستون محکم بیسته، حتی اگر در درون لرزانه، در درون ترسانه، ولی به خاطر ایجاد یک محیط آرام برای خانومش که این دردی رو که پیش رو داره بتونه یه خورده راحت‌تر استقبال کنه، بره به طرفش، لازمش اینه که مردا رو خودشون کار کنه و روی احساساتشون کار کنه. پس همکاری بکنید و بیستید، پشتیبان احساسی، پشتیبان مالی، پشتیبان روحی روانی باشید برای خانوماتون که این دوره رو به امید خدا به سلامتی عبور کنن از این مرحله. و اما ببینیم که کلام خدا برای ما در این چنین شرایط مشابهی چه چیزی رو داره در زمانی که ترس زایمان اینجا به سراغ زن اومده و یا به سراغ شوهر اومده، چون برای یه شوهر آسون نیست شاهد درد کشیدن زنش باشه و اکثر مردا اقرار میکنن که سخته برای ما بریم توی اتاق زایمان با خانومامون. در هر حال یک چیزی هست که جلوی رو هست، باید رو به رو بشیم با این. کلام خدا در مزمور 34 آیه 4 میگه چون خداوند را طلبیدم مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم خلاصی بخشید. دو تا کلمه هست در این آیه من میخوام تاکید بذارم. یکیش میگه چون خداوند را طلبیدم، اون کلمه چون، یعنی این که تو این ترسا اینها اگر خدا رو نطلبیم شاید وضعیت فرق داشته باشه، ولی وقتی خدا رو میطلبیم ما رو مستجاب میکنه. دومین کلمه‌ای که تاکید روی این هست کلمه جمیع هست، جمیع ترسا. میبینید اینجا در این آیه از یک ترس خاصی اسم نمیبره، او قادر هر ترسی رو ما که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم بهش بدیم، قادر خلاصی بده در واقع از این ترس ها. ما این آیه یک کمکی هست برای همه مراحل زندگی. ما در زندگی روزانه بدور از ترس نیستیم، بدور از نگرانی نیستیم، داریم مرتب بمباران میشیم. الان ترس درد زایمان مثل یک کوه بزرگ جلوی چشم خانم هست و این براش گنده است، بزرگه، و برای اینکه بتونه از این ترس به راحتی عبور بکنه، با آمادگی فکری عبور بکنه، احتیاج هست که دست شوهر تو دستش باشه در روی با این ترس. و دوتایی وقتی که میرن به حضور خدا و این ترس رو میدن به خدا، خدا کلام خدا میگه مرا از جمیع ترسایم خلاصی بخشید، یعنی منو آرومم کرد، منو راحتم کرد. و باز ما در مزمور 18 آیه 4 مشابه همچین آیه ای رو میبینیم که داوود در زمانی که ترسیده داره این رو میگه، میگه در تنگی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خیش استغاثه نمودم. او آواز مرا از هیکل خود شنید و استغاثه من به حضورش به گوش وی رسید. ما اینجا تصویری که از خدا داریم میبینیم که خدا در قدس الاقداس نشسته، انگاری در اون هیکل خودش، اون کلمه هیکل یعنی معبد، در اون قدس الاقداس ما میبینیم که خدا اونجا با اینکه نشسته ولی میگه آواز من به گوش او رسید. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که خدای ما هر چقدر از نظر فاصله دور باشه، خدا خدای نزدیکه. خدا به اندازه نفسمون، یعنی به اندازه یه دعا فاصله داره. وقتی دعا میکنیم هر چقدر در قدس و اقداس خودش باشه، هر چقدر با فرشتگان و ملائک دورورش احاطه شده باشه، خدا خدای نزدیکه. الان که درد زایمان داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه، شما بید نزدیکی با خدا رو بیارید جلوی نزدیکی درد زایمان، بیارید جایگزین بکنید. وقتی به خدا نزدیک بشید، کلام خدا میگه او هم شکل ما شد، میگه هم درد ما شد، دردهای ما رو تحمل کرد، مثل انسان شد و درد رو میدونه چیه. بنابراین وقتی که تو درد زایمان، این ترسی که درش هستیم،
میایم به خدا میگیم من از درد زایمان میترسم، کمکم کن. کلام خدا میگه حتی در قدس الاقداس میگه این استغاثه به گوش خدا میرسه و خدا به کمک ما میاد. نتیجه چی میشه؟ گفتیم دو تا آیه مشابه. میگه مرا از جمیع ترسهایم خلاصی بخشید. در ترسا، مخصوصا الان درد زایمان، به خودتون این رو بگید: همه امکانات پزشکی در اختیار من هست، همه پیشرفتا در اختیارم هست، پس بنابراین اگه یه چیزی یه جای غلط رفت، خدا قادره، تکنولوژی به کمکم میاد و خدا هم این وسط قادر هست کمکم بکنه. برای اینکه الان ما این وسط توکل خدا رو هم اضافه کردیم به این کمکایی که اینجا هست. بنابراین تنها نیستید در این دردها. کلام خدا و همینطور حکمتی که خدا میده به کمکمون میاد و کمکمون میکنه. در کتاب جامعه باب 3 آیه 1 یک جمله جالبی میگه در زیر آسمان برای هر چیزی یک وقتی است. وقتی این آیه رو میگه بعدن شروع میکنه یه لیست این وقتا رو میگه: وقت شادی، گریه، نمیدونم درد، راحتی، استراحت، وقت تفریح، وقت این، وقت اون، وقت اون، وقت اون. الان برای شما زن و شوهر جوان که زایمان نزدیک داره میشه، وقتی که برای شما هست اینه که شوهر محبت خودش رو بار دیگر عملا به همسرش نشون بده و با پشتیبانی و همراهی قوی این درد زایمان و مراحل زایمان رو تا حدی از دوشش ورداره. بنابراین خیلی متمرکز نشید روی خود درد. آی چی میشه؟ اون وقت خیلی گنده میشه، اون وقت وحشت میاد و خدای نکرده حتی این ترس ممکنه یک اختلالاتی در خود زایمان پیش بیاره. روی این ساکن نشید. به خودتون بگید برای اینم یه وقتیه، این دوره میگذره، گذرا هست، به اون پاداش، به اون لحظه‌ای که بچه‌تون رو بر دفعه اول بغل میکنید، پوستتون رو به صورتش میچسبونید، گرمای تن همدیگر رو معاوضه و مبادله میکنید، به اون لحظه فکر کنید، بارش کمتر میشه. ولی این وسط همکاری شوهر خیلی مهمه. شوهران عزیز، میخوام تشویقتون بکنم که خانوماتون رو در این مراحل درک کنید و همراهی بکنید باشون. تنها نذارید اینا رو، کمکشون بکنید و تشویق و زبان محبت رو استفاده کنید و بگید که توی حالا که حتی شکمش حسابی بالا اومده زیباییش رو تحسین بکنید. این خیلی قشنگه. حالا که دارید یواش یواش به زمان زایمانتون نزدیکتر میشید، ممکن هست که هر دردی رو درد زایمان تلقی کنید، مخصوصا اگر اولین بارداریتون هست و تجربه‌ای در این مورد ندارید. اگر دردتون بیشتر شد حتما به دکتر مراجعه کنید. اما در برنامه آینده به هفته‌های 37 تا 40 بارداری خواهیم رسید و در این مورد بیشتر میشنویم و اطلاعات بیشتری رو میتونیم کسب کنیم.